او باید کشته شود. زن شجاع است. باید ممنوع الدخول گردد. حمایتش میکنیم. این جملات را کاربران شبکه‌های اجتماعی بخصوص فیسبوک در این روزها با آدرس آریانا سعید هنرمند افغان به کار میبرند. این تصویر آریانا سعید در کنسرت در شهر پاریس جنجالی شد و اثر صدایی را در افغانستان ایجاد کرده است. بدبختانه بیکار ماندن که دیگه هیچ کار و بار و مصرفیت به زندگی باقی نمانده و جز از اینکه در پشت صفحه های فیسبوک نشسته و سر خانما، سر لباس خانما، سر از اینکه خانما چی کرد، چی گفت، سر از این بحث بکنن. مانند دیگر آوازخوانان افغانستان، آریانا سعید هم در بیرون از افغانستان در کنسرت ها می خواند و لباس های مختلف می پوشد. با نشر تصاویر آریانا در شبکه های اجتماعی، شمار از علمای دین نیز در این مورد واکنش نشان دادند. این چنین عمل کرد را نه ما توجیه انسانی کرده می تانیم، نه توجیه اخلاقی کرده می تانیم، نه توجیه اسلامی کرده می تانیم. و اگر افغانستان، دولت افغانستان خود مسلمان میگد، جمهوری اسلامی میگد، این قسم انسان ها بیخی در روی زمین افغانستان باید جای نداشته باشد. اما در امریکا فرید یونس، محقق اسلام شناسی و استاد در پنتون ایالات کالیفرنیا میگوید که در مورد لباس چسب خانم ها هیچ چیز در قرآن و یا حدیث ذکر نشده است. او افزود: اسلام چون میگه که لا اکراه دین، نگذار در رای دین اجبار باشد، دین تحمیل نمیشه و دین دیکتاتوری نیست و انسان یک موجود آزاد است، خودش نزد پروردگار خود مسئول است، بعد از اون نظر به مواد قانونی. هیچ قانونی در مورد لباس در افغانستان فعلا وجود نداره که یک زن یا یک مرد چی بپوشه و چی نپوشه. شماری هم از خاموشی علمای دین و دیگر افراد در محکومیت خشونت بر علیه زنان، ازدواج‌های اجباری و همچون مسائل انتقاد می‌ورزند. مشکلات لتکوب خانما، مشکلات خشونت علیه زنا، بینی بریدن، گوش بریدن، نمی‌فهم بچه بازی که یکی از مشکلات بسیار بزرگ در افغانستان شده که بدبختانه حتی بیخی یک چیز عادی شده. یعنی مسئله‌ای است که من همیشه آرزو میکنم که ای کاش مردم ما قدر آواز بلند میداشتن که در مقابل همچو مسئله بزرگتر صدای خود بلند میکردن که از او بدبختی ما مردم خلاص میشدیم. سیتا قاسمی، هنرمند افغان، نیز از این جنجال‌ها و انتقادات در شبکه‌های اجتماعی بدور نمانده است. او فعلا مصروف کار در یکی از رسانه‌های خصوصی در افغانستان است. در افغانستان بعض دشواری‌های است برای خانم‌ها در انگام کار کردن و بیرون رفتن. می‌بینین شرایط اول چقدر خراب است و باز برای ما چون یک هنرمند هستیم یا آوازخوان هستیم، برای ما بیشتر دشوار است کار کردن یا بودن در افغانستان. اگر تهدیدها و انتقادات علمای دین و اشخاص دیگر بالای هنرمندان بیشتر گردد، آیا این هنرمندان دوباره به افغانستان سفر خواهند کرد؟ شاید افرادگرا همی لحظه سرم خنده کنند با این صحبت که میکنم. من روزی که تصمیم گرفتم که در افغانستان برم، ما وقت همه چیز قبول کردیم، مرگم قبول کردیم، یعنی قبول کردیم که هر چیز میتونه، در اونجا امکانات هر چیز است و ما خدا برای خداوند سپردیم. طرفداران و همفکران آریانا سعید در شبکه‌های اجتماعی از وی حمایت کردند و او را یک زن کامیاب در مبارزه علیه افرادگرایی و خشونت علیه زنان می‌دانند. سمیر رسولی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.